میرسیم به آخرین بخش گفتگومون با مهرداد آسمانی. امیدواریم که از این برنامه تا به امروز لذت بردید. بله، اینجا آن کات است، بدون سانسور، بدون روتوش، آن هم با مهرداد آسمانی. قسمت چندم شدید؟ این میگم 4 و 5 به دیگه. خب گفتنی زیاد بود. خیلی خیلی گفتنی زیاد. لذت بردم من از این. منم همینطور و خوشحال هستم که در مقابل کسی نشستم که حرفا رو با دل میزنه. قربونت برم. و مطمئنم به دل میشینه. و امیدوارم اینطور باشه. حتما همینطوره. آماده؟ بریم. جای دنیا قرار نیست که ویولون عوض بشه. لطفه اصلی یعنی عشق به این کار اونجا وجود داره. سرزمین ما سرزمین کارهای هنری نیست. محبوبیت و معروفیتشون یه طرف، دستمزدشون یه طرف. این یک عشق و عشق عظیمیه. ما رو اینطوری تربیت کردن که هر کاری میخوای بکنی باید بهترینش انجام بدی. تا قرار نباشه آهنگی اجرا بشه نمی‌سازم. این داستانا در زمانه مثلا وجود نداشت. خانم فرانک در دبی می‌شناسین شما؟ بله، محمودی. بله. از ایشون بپرسین. ایشون گفت بنده اینقدر میدم، اینقدرش مال شما. که ایشون گفت مثلا خانم از این حرفا با من نزن. من از این چیزا قبول، من مگه من باج خورم؟ تو جریانش بودم. شما در جریانش بودی که گفتم من این حرفا رو قبول نمی کنم؟ بله. مگه من باج خورم؟ من جلوی دزد و دزدی و زیرمیزی و اینو بگیر اصلا از این خبرا نبود در دوره من. پولای ایشون مستقیم به حسابشون میرفت. پول آلبوم شب سپید رفت به حسابشون، که اصلا بنده پول آلبوم شب حسابم شب سپیدم اصلا ایشون با من تسویه نکرده هنوز، ظاهرن فراموش کرده. شب سپید 200,000 دلار. علی جان پول گرفتی شما؟ علی جان شوخیه؟ نه. در سال 2008 کمپانی 1 دلار پول میدادن اون موقع بابت آلبوم؟ جان فرزندانت پول میدادن یا نمیدادن؟ سال دو پول نمیدادن. خواننده ها جیبشون پول میدادن، آلبوم میزدن. من 200,000 دلار بابت این آلبوم پول گرفتم. از کی؟ 50,000 دلار آقای مهران عبدشاه برای دبی، نزدیک 50,000 دلار اروپا، پخش در اروپا، 100,000 دلار اینجا در آمریکا، کمپانی سنچوریکو، اونم آلبوم متعلق به خودمونه، رایت به کسی ندادیم، فقط آلبوم سی دی تولید کردیم دادیم به اینا پخش برای پخش. 200,000 دلار من برای شما پول گرفتم برای این آلبوم. حساب من رو پرداخت کردین؟ 6 سال میگم حسابتون رو پرداخت کنین. چک برگشتی سنچوری رکوردز هست. وکیل شما معرفی کرد این کمپانی رو به من. من که ایشون نمیشناختم که. همینطور که میگم اون زن شلخته که پول زیر میزی میگیره و دستمزد برابر راجبه یه بوت میخواد، راجبه بوتی که بوت مردم ایرانه، همون بوت باید حساب من رو پرداخت کنه. چون دزدی نکردم این امروز باید اینطور رفتار بشه؟ دزد خوبه؟ ببین چه خبره علی جان؟ رازیش میکنیم با فلانی بخونه 200 تا گرفته. کسی که اصلا 200 دلار بلد نبوده بشموره. با ابی یا با کی؟ بله با ابی. بله 200 تا پول گرفته که رازیش بکنم بخونه. اما داریوش نخوندی؟ چرا؟ برای اینکه موکیا تئاتر من بریدم تموم شد و شب اومدیم خونه گفتم من دیگه نمیتونم. یعنی پنچر مادرم شاهده، همسرم بود، خواهرم بود، ایشونم بود. گفتم ببخش منو، من دیگه نمیتونم، من بریدم. اگر داستان کنسرت با آقای داریوش رو پذیرفتی شما، من هم میام در کنارتون، هر کاری از دستم بر بیاد انجام میدم، تمام کارهای کنسرتتون رو، منتها تیمی که من انتخاب میکنم برای این کار، چون من نمیتونم تنها این کار رو انجام بدم.
اگه قبول کردی چاکرت هم هستم، کوچیکت هم هستم، میام. اگه نه من دیگه نیستم. خودم هم ناراحت بودم از حرفی که میزدم. ایشون ناراحت شد، احساساتی شد، ولی خب منم خسته بودم. یعنی خیلی میدویدم علی جان. بپرسین شما از همه که آخه کسایی که اطراف ما بودن کار بلد نبودن. ببین یه چیزی وجود داره اینه که با گوگوش میتونستی دوست بخری، با گوگوش میتونستی روابط به وجود بیاری. یعنی چی؟ اجازه بده تمام بشه حرفم. شما با گوگوش میتونستی موقعیت تو محکم تر کنی. مهداد آسمانی با گوگوش دوستاش از دست داد، پروند. مهداد آسمانی با گوگوش دشمن خرید. مهداد آسمانی با گوگوش موقعیتش به جایی که خوب کنه بدتر کرد. درست میگی؟ نه درست میگی. آخه ببین در کنترل من نبود. اونایی که شما گفتی طرفدارا، که طرفدارا که با احترام برخورد میکردن. من با اونا کار ندارم. نه اون 50 تا اینترنتی رو ولشون کن. کل ایندستری هنری لس آنجلس، کسانی که با ایشون دوست بودن با من بد شدن، کسانی که با ایشون دشمن بودن با من بد شدن. بله این حقیقته. من باید بپذیرم، من باید خطای خودم رو بپذیرم. من خطا کردم. ببین اگه خواننده دست من... سه با گوگوش میرفت میخوند یا باهاش این وقت رو میذاشت، الان دست دو بود. بله اما به دز توضیح بدم. من جلو دشمنی ها رو نمیتونم بگیرم. ببین علی جان، من نمیتونم با 50 نفر طرف شم. نمیکنم این کارو. اصلا وقتشو ندارم، توانشم ندارم. چون اگه بخوام طرف بشم اون وقت باید بیام چیزایی بگم که دوستان خیلی بهشون برمیخوره. پس بهتره که من سکوت کنم، بگم من خطا کردم. گاهی علی جان نگفتن سخت‌تر از گفتنه. گاهی نباید بگی. چرا با داریوش نخوند؟ من در این مورد داریوش نخوند، با آقای داریوش نخوندنش رو توضیح میدم، اما یک نکته وسط حرفات بود که همچین دلمو شکست. گفتی دوستان خودتو پروندی. من این کارو نکردم. شهرام شب‌پره، تو چجوری ایشونو دیدی؟ مرداد. آقای شمعی‌زاده، چجوری ایشونو دیدی؟ مرداد. آقای شمعی‌زاده، من شما رو دعوت کردم به همکاری، با شما قرار گذاشتم در رستوران تو کلبسس. شما با همسرتون اومدین، بنده با همسرم، خانم آتشین با پسرشون. قرار گذاشتیم که کار کنین یا نه؟ چرا دوستامو پروندم؟ خانم سلطی مگه با من در تماس نبودی؟ نمیدونم. آقای شمعی‌زاده گفتم من باید ترانه هایی پیدا کنم که بتونم با ایشون کار کنم. ظاهرا یکی دو تا کارم ایمیل کرده بودن که من مثلا خبر ندارم چی شد. اصلا خبر ندارم چی شد. که کار نکردن. تقصیر منه؟ من آوردم کار کنین. آقای آندرانیک کی شما رو تو استودیو برد گفت بیا سلام علیک بکنین؟ اون تا میدید چه رفتاری کرد؟ از ماشین پیاده نشد آندرانیک رو ببوسه. آندرانیک میگفت چه بچه منه، دخترم، ماشین پیاده نشد، سلام آندرانیک جان، خوبی آندو جان؟ دلخور شد رفت. چی کار کنم؟ از ماشینش پیاده نشد. من چه کار میتونستم بکنم؟ من چه کارم؟ این دل منو شکست این حرفت. چرا من دوستانمو پروندم؟ شهره مگه با من حرف نمیزدی؟ مگه پیغام برای من نمیذاشتی؟ مگه من با شماها رفاقتمو قطع کردم؟ شهرام سلطی مگه نمیومدی پیش من؟ مگه از بوتیک من خرید نمیکردی؟ من کیو پروندم؟ با کی بد کردم؟ با کی تلخی کردم؟ به کی فخر فروختم؟ من جلو دشمنی و حسادت رو نمیتونم بگیرم. چی کار کنم؟ یه نفر بودم علی جان. خود خانم آتشین سوار این دشمنی ها شد با من. یعنی منی که تمام این کارا رو کردم، احترام مادر منو نگه نداشت، حرمت بچه های منو نگه نداشت. دل من میشکنه. من به کی بدی کردم؟ یک نفر از این دوستان. آقای پویا مگه نمیادی بوتیک من؟
آقای کامیار، آقای کامران هومن، آقای منصور عزیزم، مگه شما با من رفیق نبودیم؟ مگه نمیدونم من چه کار کردم؟ کدوم از شما، کدوم یکی از شما اومدین گفتین مرداد یا آهنگ به من بده من بگم نه نمیدم؟ کدوم یکی از شما گفتین ما میخواییم کنسرت با تو اجرا کنیم؟ من گفتم نه نمی کنم. من چه کار میتونست؟ این دل منو میشکنه. این انصاف نیست. تو یه خربوزه میخوردی دیگه عزیزم. این حرفات چیه میزنی؟ اگه اینجوری پس چرا تو بوتیک هم صبح تا شب کار میکردم؟ اگر من با شاه خربوزه میخوردم چرا بعد هر روز بلند میشدم برم بوتیک هم کار کنم؟ هیچ وقت فکر کردی به این؟ برای گذران زندگیم تلاش میکردم. چرا این حرفا رو میزنیم علی جان؟ من شماها همه بد کردین به من، به رفیق خودتون. همین فکرا وا، نه که قرار نیست خنجر بکنین تو قلب من، نه همین فکرا. چطور؟ مگه شما بوتیک من نیومده بودی؟ مگه من اونجا کار نمی کردم؟ اگر من با شاه فالوده نمی خوردم یا با نمیدونم وزیر خربوزه می خوردم، هرچی فالوده نبود، حالا چطور تو بوتیکم کار می کردم؟ صبح تا شب وا می ایستادم. چطور ممکنه یه آدمی، آقا جواب منو بدین، مگه میشه یه آدمی با شاه فالوده نخوره بگه من اینم من اونم بعد صبح شب تو بوتیکش باشه؟ کدوم یکی از شماها اومدین و من نگفتم؟ کدوم تلویزیون از همه تو تلویزیون جام جم، کدوم تلویزیون سوال نمیخواد بکنی؟ کدوم تلویزیون از تو تلویزیون هنری از همه قوی ترین تلویزیون بود؟ تپش بدون شک. کدوم آیه شما به تپش داده شد؟ کنسرت من و سیاوش قمشی در اروپا. نه آقا وقتی اون با تو مشکل داره به من چه مربوطه؟ کجا پولاتو شما خرج کردی؟ جام جم چقدر؟ بالای 500 تا. امروز باهات بد کرد. بد کرده عزیزم. من اینو میخوام بهت بگم، من کنسرت داشتم در اروپا با آقای سیاوش قمشی، آگهیشو که پخش کرد ما تپش، من با شما رفاقت داشتم، من با شما کار میکردم. مگه برای کشتی براتون نیومدم؟ مگه شما تئاتر خواستی من برات بازی نکردم با مکابیز، با منصور؟ کی شما از من کاری خواستی برات بکنم من نگفتم؟ وقتی شما با ایشون اختلاف داری بنده چی کار میتونم بکنم؟ ایشون شده پارت آف فامیلی، قسمتی از خانواده من، چه کارش کنم؟ کدوم یکی از این دوستان خواننده از من خواست براش آهنگ بسازم من بگم نه؟ خب بگین کدوم یکی از شما خواستین من باهاتون کنسرت بخونم تو اون زمانی که کار میکردم من بگم نه؟ این دل منو میشکنه. من با همه مهربون بودم، صبح تا شب تو بوتیکم بودم، سرم به کار خودم بود. آقای شهرام شب‌پره عزیز من که 2 ساله یه حال منو نپرسیدی، که مدام با من در تماس بودی حالمو میپرسی، 2 سال حال من نمیپرسه، دوستش هم دارم. شما کنسرت داشتی در کوداک تئاتر، نخواستی من ایشونو بیارم اونجا، خواهش نکردی که بیاد تو کنسرتت؟ تو کنسرت کی رفته که تو کنسرت تو شهبال اومد؟ بلک کتس. من به کی بدی کردم؟ من با رفیقام رفیق بودم. من اصلا خاکیه، من اهل این حرفا نیستم عزیزم. آقای نوشینفر عزیز که اینجایی، شما، من شما رو دعوت به همکاری نکردم؟ شما نیومدی کار کردی؟ خب من چی کار میکردم؟ آقا با تو نمیخواست بکنه، چی کار کنم؟ میتونم. خب چی کار کنم؟ تقصیر من نیست. شاید یک دلیلی که گفتی با تیم من بد کار کنه و شما اسم من رو آوردی ممکنه یک دلیل خود چی؟ چون سر داریوش میگفتی، گفتم امیر قاسم، ممکنه یه دلیلش بوده که واسه چی امیر قاسم؟ نه در اون بره نه. در اون نه دیگه، اصلا اونجا تموم بود. برای اینکه هدف بزرگتری بود با داریوش. اگر من نمیخواستم، یا اصلا من چرا باید میرفتم اصلا دیدار با داریوش رو قبول بکنم که وارد این ماجراها بشم؟ من چیزی که به صلاح ایشون بود با من یه رفیق، و ایشون اشتباه کرد. من آخر حرفی که به ایشون زدم گفتم تو نمیتونی مواظب گوگوش باشی. گفت امتحان میکنیم. گفتم بکن. دیدیم که چقدر مواظب بودی. این همه دزد خودم بهش گفتم. اگه بخواد بگه نه، باید با من آدمی هم علی رضا اینجا داری با من حرف میزنی، خطای خودم رو میپذیرم. میگم من اشتباه کردم. خودم بهش گفتم همین چند وقت پیش، گفتم
جمع کنین دوز بازار رو. گفت میدونم، همه رو میدونم، چی کار کنم؟ این جوابه؟ چی کار کنی؟ کسی که طلا جواهر میخریده، شراب 400 دلاری سر میز باد میخریده که فقط تو نگاش کنی. امروز میام میگه به من پول نمیده که چقدر خرم مالی کنم. ببخشید منو لغت بدی استفاده کردم، معذرت میخوام از هموطنان عزیزم. حالا دیگه برای ما دومم در آوردی؟ یه نمونه دارم اینجا برات که شما این صدا رو شنیدی یا نه؟ بله. صدایی که من 85,000 دلار میخوام. من صدا شنیدم. صدا رو شنیدی یا نه؟ مگه ایشون نمیگه که این به من پول نمیده؟ خودشم میدونه که من این پولو میخوام. بله. دستمزد برابر میخواد. علی جان میدونی یعنی چی؟ میدونی چه اتفاقی داره میفته؟ این دزدیه. من یه چیزی که متوجه شدم این داستانی بودش، حالا به ربطی به شما نداره، اون بودش که قرار بودش که در لاس وگاس همین برنامه که اتفاق افتاد با ابی کسی دیگه برنامه رو بذاره، که بعد زمانی که با خانم ندا کرمانی قرار داد صحبت میشه و اون شخص صحبت میکنه، از ایشون میگه من باید بیام لاس وگاس. بله. و تا نیام لاس وگاس نمیتونم. اینطور که آقایی که این برنامه رو داشت میذاشت صحبت کرد با من، گفت ما حدوداً برای ایشون یه شب قرار بمونن، مثل که 3 شب تصمیم گرفتن بمونن، بعد حدود 3 یا 4,000 دلار خرج اتاق و غذا و همه این حرفا کردن و گفتن که ما بخواییم با شما کار کنیم و این مسائل. و پیشنهادم این بوده که مثل که 80,000 دلار به ایشون جداگانه پول بدن. 85,000 دلار. 85,000 دلار. بله. شما کجا میدونی؟ بله، من صدا شنیدم عزیز. نه، این مال لاس وگاس جدیده. بله بله، این رو همه رو میدونم. 85,000 دلار بوده. این 80 تا بوده. مال لاس وگاس این دفعه. آه. همین چند بعد 80,000 دلار ایشون بگیرن و بعد ایشون گفتن که این مبلغ هم قرار شده صحبت کردن که ایشون جداگانه دریافت بکنن و این قرارداد رو ببندن بین 350 تا 400,000 دلار برای گوگوش و ابی. درسته. بله. که بعد میرن مثل که اصلا کلن سیستم بر میگرده و سیستم عوض میشه و دیگه جواب تلفن اون آقا هم نمیدن و بعد این کنسرت با گروه دیگه برگزار میشه. خب این اتفاقات شما، من از شما سوالم اینه که شما با گوگوش بودی، با گوگوش زندگی کردی، با بله. گوگوش چندین سال کار کردی. بله. یعنی آیا گوگوش از کارهای شما یا از کارهای منیجمنتش اطلاع نداره، یا ما هم همون داستانی که میگن آقا شاه خبر نداشت توی کاخ؟ نه نه حتما خبر داره. نه نه حتما خبر داره عزیزم. نه حتما خبر داره. ببین از این داستانایی که میگین نمیشه همه رو متهم کرد. اون خانومه رو متهم کرد. اون خانومه که اصلا با بنده خدا دست چپ و راستشو بلد نیست. اون خانومه که با بنده خدا شوته اصلا. تقصیر خودشه. میگم من خودم بهش گفتم. یعنی راحت تر میخوای؟ خودم هم کلام بهش گفتم عزیزم این داستانو جمع کن. اینقدر کلای اینو اینجا برداشتن، 30 تا اونجا برداشتن، 20 تا اونجا برداشتن، 100 تا اینجا برداشتن، دارن باج میگیرن. تو رو راضیت میکنن که بری دمدری بخونی. اصلا مگه میشه؟ اینا دارن پول میگیرن و ایشون هم میدونه پول میگیرن. خودش هم دیگه میگفته میدونه خودش. شما خب در رابطه با قصه ابی و گوگوش چی خبردار شدید؟ عزیزم این داستان ها که خب شما میدونی که هر کسی اینجا انگشتشو بکنه تو بینیش همه متوجه میشن. اون قصه که 200,000 دلار هم باز دوباره داستان خود ایشون بود که این همین خانومه 200 دلار بلد نبود بشموره. تا 1 تا 100 میخواست بشموره 7 دفعه گیج میشد. حالا 200,000 دلار میگیره راضی کنه. من با کنسرت کاری ندارم. من با کی خوندم با کی نخوندم کار ندارم. اینا انتخاب خواننده است. اختیار داره با هر کسی میخواد بخونه. ولی باید با داریوش میخوند. باید با داریوش میخوند. چون هرگز اتفاقاتی که رو صحنه در این دوره از کنسرت ها با آقای بی افتاد نمی افتاد. داریوش یه کلاس دیگه ای داره.
باید با داروش برنامه رو اجرا میکرد. به نظر من ایشون میتونست اسمش رو در تاریخ موسیقی ایران ثبت کنه با این کار. داریوش و گوگوش ساختمان هنرمندان ایرانی رو خریدن برای ایرانی، برای هنرمندان. قرار بود نان پروفیت اورگانایزیشن بشه، قرار بود بیمه بگیرن برای پول میومد تو سازمان با توسط کنسرت اینا میومد یا نمیومد. تیمی هم که قرار بود کار بکنه تیم گردن کلفت کاربلد بود. من میدونستم دارم چه کار میکنم و اسم ایشون ثبت میشد تو تاریخ موسیقی ایران. خدمتی که ایشون کرده به موسیقی ایران، به هنرمندا در خارج از کشور، به کمک داریوش. ولی متاسفانه خورد به سنگ. متاسفانه ایشون این فرصت رو از دست داد. و خیلی جالبه اون دست برادریه ها که پیغام میداد این جواب نمیداد. بعد از اینکه ما گفتیم خداحافظ دیگه من فلان، یا اگر داریش رو قبول نمی کنی پس من هم، اگه قبول کردی مخلصتم چاکرتم، اگه نه بهتره که من دیگه نباشم. یه هفته بعد از این ماجرا خود خانم آتشین تلفن میزنه با آقای داریوش به بهانه تلفن آقای، گرفتن تلفن آقای اردلان سرفراز. دوست، رفیق، دست داداش، دسته چی شد؟ چی شد دسته؟ علی الهی عروسیش بود. علی الهی رو من آوردم رو صحنه برای اولین بار در کانادا. کیبوریست منو تو کانادا تو امیگریشن گرفتن. گفتم چی کار کنم؟ گفتن اینجا یه جوونی هست. رفتیم پایین یه ساعت با علی الهی تمرین کردیم، آوردم بالا رو صحنه زد با هم. فوق العاده هم زد. عروسیش نرفتم. گفت چرا نمیارسون؟ گفتم میترسم دست با هم بدن دوباره اتفاقات بدی برام بیفته. دارشتی به طرف نزد؟ هرگز. چرا؟ یه تلفن به من زد از پاریس، گفت با زن و بچه ها کیفتو بکن، حالتو بکن، من بر میگردم با هم حرف میزنیم. من بر میگردم، رفتن رفیق دوباره رفتن قاطی، بعد یه جایی خوردن به در و دیوار و همه چی به هم ریخت. همه چی به هم ریخت. چون کاری که من میخواستم بکنم فراتر از این حرفا بود علی جان. وقتی که شما میدونی اینا همه فکر، همه دوستان ناراحت هم نشه، فکر جیبشونن، این انقدر این بگیره انقدر اون بگیره و قالو بکنن بره. من به فکر این نبودم، که من فکر کار بزرگ بودم و به نفع همه بود. شما فکر کن تصویرشو نگاه کن، کارگردان این قصه از پشت صحنه تا روی صحنه همه بزرگان هستن، همه بزرگان حضور دارن. یه اتفاق تاریخی بود برای موسیقی ما، همه متحد جلوشو گرفتن نذاشتن بشه. وقت من دوستامو پروندم یا دوستام انتقام گرفتن از من که چرا کمکش کردی، این داشت میرفت، اگه تو کمکش نمی کردی رفته بود، آخه نمیشد حرف. و خود ایشون باید سوار این موج بشه؟ فکر نکردین من بچه دارم؟ مگه مهرداد نبودم که له هم کرده بودین؟ خدا رو صد هزار مرتبه شد نه نیاز مالی دارم به کسی، من بلدم زندگی کنم با استاک مارکت عزیزم. استاک مارکت میکنم، چند تا برنامه هم در سال میرم، پول خوبم هم میگیرم، زندگیمو کوچیک میکنم، خودمو کوچیک نمیکنم، زندگیمو کوچیک کردم 100%، اما خودمو کوچیک نکردم. ولی چه بلایی سر بچهای مهرداد میاد؟ اصلا فکر نمیکنیم به این چیزا، اصلا مهم نیست. کسی که این همه بهتون براتون کار کرده، باهاش زندگی کردین، شماها با من دشمنی کردین، نه من با شما کاری نداشتم،
من با همه تون رفاقت کردم، با همه تون دوستی کردم، با خود تو هم دوستی کردم. در زمان این علی جان هر کسی جای من بود با ایشون کار میکرد نمیرفت از تو تعریف کنه تو تلویزیون، قبول کن اینو. ولی من نوکر پهلوان روز نیستم، من حق رو گفتم، من عدالت رو اجرا کردم. آقای مرتضی فرزانه تشریف آورده بودن برای توی استودیو برای عکس برداری، ایشون یه ذره شلوول سلام علیک کرد. خب ایشون آقای فرزانه رو از قبل میشناخت، از خیلی قبل پیشین. آقای فرزانه رو نمیشناسین شما؟ ایشون یعنی شاهد اینجا نشسته؟ سعید نوشینفر رو وقتی نشستیم تو ماشین سر اون داستان عکسایی که تو ایران ازش خواسته بود سعید بهش گفت 500 تومن بده عکسو بده مالوندش همچین. ولی بعدش چی؟ عکسی که کامبیز خواسته بود. بله من کاری دیگه خودشون میدونن. ولی بعدش با احترام با سعید رفتار کرد. من بعد چه کار میکردم که نکردم؟ من باید برای دو شما به من بگو. من باید برای ببین علی جان ما باید 18 تا آهنگی که من برای ایشون ساختم رو نگاه کن. چرا اصلا کسی از این بیان از اینا حرف نمیزنه؟ چرا کسی شما چله نشین رو ول کردی، با هم و دلکوک رو ول کردی، چسبیدی به اینکه کی با من خوب شد کی با من بد شد؟ اصلا مهم نیست. من در کارنامه‌ام کیو کیو بنگ بنگ رو اضافه کردم، چله نشین رو اضافه کردم، عکس فوری اضافه کردم. اگر خوب بوده که خوب بوده، مردم قضاوت، اگرم بد بوده که هیچی دیگه. حالا اینا که با من دشمنی کردن خودشون کجان؟ خودشون کجان الان؟ پوشن. یه نفر از ایران بلند میشه میاد اینجا 5-6 هزار نفر آدم میاره. من که نمیشناسم کی هست. شما چطور؟ 300 نفر میارین تو لس آنجلس که دشمنی کنین با رفیق خودتون؟ آخه علی جان دیگه زمان این حرفا گذشته. هر کم ناراحت میشه بشه ها، بعد میگن تنده. خب اگه این حرفا تنده، خب یه ذره آب یخ بخور تندیش میره. آنکات بدون سانسور، بدون رتوش.